بهترین آموزش قصد داریم با دستور سویچ در نرم افزار مطلب آشنا بشیم. در واقع میشه دستور سویچ رو به این صورت تعریف کرد که ما میتونیم در شرایطی که نیاز داریم به دستورات شرطی متنوعی، مثلا فرض کنید یک دستور if else میخواییم بنویسیم که تعداد else if هاش خیلی زیاد باشه، مثلا 4 تا 5 تا 6 تا باشه، در این صورت استفاده کردن از دستور if else شاید چندان جالب نباشه و ما میتونیم از یک ساختار دیگه‌ای به نام دستور switch استفاده کنیم که کار رو برای ما مقداری ساده تر کرده. فرض کنید که ما یک متغیر تعریف میکنیم با نام x که از کاربر یک مقدار عددی رو میگیره. تعریف میکنیم interior number و پرانتز رو میبندیم، یک مقدار عددی میگیره و در متغیر x قرار میده. تعریف دستور سویچ به این صورت است که ما میتونیم دستور تایپ کنیم سویچ، جلوی دستور سویچ میتونیم عبارتی رو تایپ کنیم که قصد داریم مقدار اون رو بررسی کنیم. برای مثال ما میخواهیم مقدار x رو بررسی کنیم. میایم پایین تر و دستور case رو مینویسیم. میگیم که case یعنی در واقع میاد بررسی میکنه مقدار x رو. فرض میکنیم میگیم case اگر مقدارش 1 بود بیا پایین و یک کاری رو انجام بده. مثلا display کن عبارت positive یعنی مثبت، بعد case اگر منهای 1 بود display کن مقدار مثلا نگاتیو. فرض میکنیم که میخوایم از کاربر مقادیر 0، 1 و منهای 1 رو بگیریم و هر آنچه که غیر از این 3 تا عدد بود رو هم یک پیغام نشون بده. تعریف میکنیم case 0 display کن 0 و میخوایم حالت چهارمی رو بررسی کنیم که کاربر مقداری غیر از این سه تا مقدار رو تایپ کرده باشه. در این صورت باید از عبارت otherwise استفاده کنیم. در واقع otherwise معادل else در دستور سویچ هستش. دیسپلی کن مقدار other numbers و میایم پایین و end رو تایپ میکنیم. میبینیم که دستور سویچ با یک end همراه هست. در داخل خودش یک عبارتی که میخوایم مقدار اون رو بررسی کنیم داره، از تعدادی case تشکیل شده و در انتهای خودش یک otherwise داره و به معنی این هست که هیچ کدوم از اون case ها شرط مورد نظر رو برآورده نکرده. حالا ما دستور رو شروع میکنیم به اجرا کردن. از ما میپرسه که یک عدد وارد کنید. ما عدد 1 رو وارد میکنیم. پیغام پوزیتیو رو میده. دوباره اجرا میکنیم. مقدار منهای 1 رو میدیم. پیغام نگاتیو رو میده. 0 رو وارد میکنیم. پیغام 0 رو میده. و یک مقدار غیر از این ستا وارد میکنیم، مثلا 85. میبینیم که تایپ میکنه برامون other numbers. در واقع هر کدوم از این شرط هایی که ما تعریف کردیم وقتی که به اون مرحله میرسه و اجرا میشه شرط های دیگر رو بررسی نمیکنه و از ادامه دادن شرط خودداری میکنه. فرض کنید که ما میخوایم در صورتی که مقدار 2 یا 3 بود یک پیغام خاص نمایش بده. فرض میکنیم کیس تعریف میکنیم، برای عبارت یا ما به این صورت عمل میکنیم 2, 3. ما
مثلا ما الان بررسی میکنیم اگر دو یا سه وارد کرد پیغام بده، دیسپلی کنه you entered two or three، پیغام بده که شما عدد دو یا سه رو وارد کردیم. میبینیم که در واقع ما برای اینکه بتونیم یک گیاه رو تایپ کنیم از آکولات باز آکولات بسته استفاده کردیم. اجرا میکنیم و به عنوان پارامتر ورودی دو رو وارد میکنیم. میبینیم که نشون میده شما عدد دو یا سه رو وارد کردید. دوباره اجرا میکنیم و سه رو وارد میکنیم. باز هم همون پیغام رو به ما میده. در این آموزش با دستور سویچ در نرم افزار MATLAB آشنا شدیم.